27 اردیبهشت ماه امسال زمانی که برای تهیه گزارش از مرکز واکسیناسیون ساعی رفته بودم، حراست دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به من حمله کرد و باعث شکست شدن انگشت سوم دست راستم شد. من از اون شخص یعنی از ضارب شکایت کردم. رسانه من برای من وکیل گرفت. من از خود اون شخص شکایت کردم. نمیدونستم که بهتره که همزمان هم از دانشگاه شکایت بکنم و هم از رئیس دانشگاه یا از کل حراست، که شاید مثلا زودتر به نتیجه میرسید. وضعیت بهش که نه هیچ کار خاصی نکرد، کمکی نکردن به من و بعد از خوابیدن تب و تاب ها حتی دیگه جواب تلفن من هم نمیدادن. حتی پزشکی هم که منو عمل کرد با توجه به اینکه قصور پزشکی داشت و اینها، خب بالاخره ما به اینها اطلاع رسانی کردیم که اینها بد عمل کردن، برای من پزشک در نظر بگیرن یا معرفی بکنن که من بتونم برم انگشتم رو دوباره عمل بکنم، یا زیر نظر یک پزشکی باشه که بالاخره ببینم که آیا انگشت من درمان میشه یا نه. ولی خب نه، کسی دیگه جواب نداد. از نظر قانونی قاعدتا با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی شاید بهش زیر مجموعه خب بالاخره وزارت بهداشت و مسبب این اتفاق هم حراست اون دانشگاه بوده، قاعدتا از منظر قانونی باید پیگیری این موضوع رو میکرد. من متوجه شدم، یعنی به من ابلاغ شد که قرار منع تعقیب صادر شده برای این فرد. البته حالا این قرار منتظر تایید نظر دادستانه، اما در نهایت قرار منع تعقیب صادر شده، اونم در شرایطی که یک بار نامه اولیه پزشک قانونی من از روی پرونده گم شده و یه سری اشکالاتی توی روند بررسی پرونده وجود داشت که من توی این مدت سکوت کردم و حالا سعی کردم که از طریق وکیلم اون روندی که هست هی اعتراض بزنیم حالا به روند فعالیت قاضی و به برخوردهایی که میشم، اتفاقی نیفتاد و در نهایت روی قرار من تعقیب اعتراض زدیم، به اضافه اینکه دادستانی و قضات هم از اون قاضی پرونده شکایت کردیم.